پس نمیخوایی حرف بزنید. پرسیدم کی تو این ماجرا مقصر بوده. آقای محترم، هیچ وقت یک پدر جلوی پسر جگر میشهش که باجویی که نمی کنن که. پدر حاضر همه چیزها رو گردن بگیره ولی پسرش راحت میشه. آقا نه 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 نه، هیچ پسری طاقت دیدن سختی پدرش رو نداره. آقا من از شما استدعا دارم، تقاضا دارم که رو چشای معصوم من از پدرم باجویی نکنید. آقا اینو خوردش نکنین، آقا لهش نکنین، آقا بهش توهین نکنین. اینجا از این تعارفا نکنید، جواب سوالمو بدین. آقا من اصلا به خودم اجازه نمیدم در حضور پدرم من شروع کننده باشم. نه آقا. بسرم بسرم، شما بیشتر در جریان کار بودی، اشکالی نداره، صحبت کن، حرفتو بزن، بگو بسرم. آقا جون یه چیزی میگی، من چه جوری جسارت کنم در حضور شما؟ نه آقا نه، نه آقا جون، من جونو نمی کنم. اینجا وقت نداریم، شروع کنید. آقا جون پس با اجازت من دیگه شروع کنم. فقط یه چیزی بخواستم بهت بگم. چی آقا جون؟ صدا ده؟ خواستم بگم که بسرم بچگی نکنی، همه چیزو گردن بگیری. یا من هستم، من مثل کوه باهاتم، متوجهی؟ میتونی بندازی گردن من؟ میتونی من شما افتخار میکنم آقای جون. آقای جون خیلی دوستتون دارم. خب حالا که من یه مقدار از نظر بار روانی راحت شدم براتون توضیح میدم. میدونی این راستش مسبب همه این گرفتاری و بدبختی ها چیزی نبود جز لجاجت و خصاصت همین پدرم. نه خیلی منو اذیت کرد. چی؟ سر بی آتفه بی چشم رو چرا؟ سر لاکر داره بی همه چیز. من اینجا بگیدم تو چیزی نمیگم، دستم رو تو حلقت کنم تو آرنج پسر، دست بکش بر من. اقا چی بر من رو اندخته اینجا؟ خجالت نمیکشه پسره؟ من یک مرغو 22 روز بهش قضا میدم، به من بعد 22 روز تخم تحویل میده، جوجه تحویل میده. تو رو 22 سال تو حلق تو من قضا ریختم، تو من چی تحویل دادی؟ ها تخم تو زرده به من تحویل دادی؟ پسر این لاکردار بزنم لح کنم دندونه موهای نازک تو. آقا جون باز دوباره جلو جمع به من بی احترامی کردی، باز دوباره منو ضایع کردی، باز دوباره منو کوچیک کردی. خیلی خوب، حالا که اینجوریه منم از اون قضیه رانتتون رو دوباره رو میکنم. چه؟ آقا رو کن داداش، رو کن، رو کن اینجا. فکر نکنی اینجا جلو آقای صدا نبود لهت بکردم. رو کن تو منم بگم. آقای محترم عرض کنم خدمتتون، دزدی، کلاهبرداری، اقدام به قتل، خروج غیرقانونی از کشور. آقا یه کاغذ بدیم، من اینا یادم میره. یک زحمت بکشین یه کاغذ من بدید. ممنونم. آره اینا من یادداشت کنم. خیلی خوب آقا، اون کاغذ رو نصفش کنی، نصفش هم بدیم به من، منم داره یه چیزایی یادم میاد. آقا هم کل کاغذ رو بدیم بیه یاداش کنه، فقط یه کمربند با سگگ به من بدیم، دو سگگه باشه از این قدیمی ها، توی سری بچه من بزنم که خون بزنه بیرون، اینو من دود سوته راش میدازم که مثل بلبل براتون اعتراف کنه. پسر مونازک. خیلی خوب، زیاد طولش ندید، جلسه بعدی هم همینجا در خدمتتون هستیم. حالا بگو ببینم چی شد که سروش تو رو تشویق کرد برای رفتن. بلنده بابا؟ آقا جون سلام، صبح بخیر. سلام پسر چشم درشت عزیزم، چطوری عزیزم؟ مرسی. ماشالله ببینم، ماشالله. میگم پسرم این دارو اگه صدای تو رو باز نگرد حداقل خوبه که اشتها تو باز کرد. آقا جون شما همیشه شوخ طبعین ماشالله. واسه شما حواس نمرو کردم، گفتم یه چند تا تخم مرغ بزنم. کار بدی کردم؟ نه پسرم کار خوبی کردی. ولی ببین پسرم شما مقداری از خودت نیست از من بدبخت رحم نمی‌کنی. حداقل کبد که از خودت دیگه بر رحم کن. پسرم شما 8 تا تخم مرغ شکستی با این هیکل نحیفت و لاغر مسود شما واقعا میتونی بخوری؟ واقعا شما نمیتونی بخوری پسرم. 8 تا تخم مرغ پسرم یک آدم خدمت هستم چاقه. یک آدم چاقه اینجوری پیله هست. نه آقا جون، نه بابا، من امروز خیلی گشنمه، واسه همین 8 تا زدم. خب پس بشین همینجا بخور پسرم.
خب اینم یه فکری آقا جون، ولی خب چه کاری شما خوابین؟ آخه من اینجا سر صدا میکنم شما رو از خواب میندازم بابا، میرم تو اتاق. نه پسر بزرگم نه، ببین من خوابم سنگینه، نگاه من خوابم سنگینه، بشین بخور پسر. آقا جون ببین میدونی چیزی نیست ولی من باید برم تو اتاقم. چطور؟ خیلی خوب، من میخواستم بهت بگم پسرم اشکالی نداره. آقا جون میخواین چیکار کنی؟ هیچی پسرم، من حقیقتاً چون خودم هم صابونه نخوردم خیلی وقت با تو هم نخوردم و حواس کردم، من حال کردم با هم دیگه بریم توی اتاقت بخوریم. بیا پسرم بیا، تا پاره نکردم پیدن تو، بیا پسر عزیزم. نکن برامه، بس بخوابم این باباتی ها. بابا چقدر سر صدا میکنه اول صبحی، اینقدر با مرغ و خروس ها گشته صدا شب مرغ شده بابات. ببین آرش تو به بابای من درست صحبت کنم. بابای من نگی جایی، میخندم به تو رود میشه جایی بگی این بابامه اخلاق درست درمون داره که نداره، ریخت قیافه خوب داره که نداره، شغلش درست حسابیه که نیست. بله میکنم. ببین آرش بابای من خیلی هم آدم خوب و زحمت کشیه، منم از بودنش خیلی افتخار میکنم. به خاطر خودم نمیگم چه، به خاطر خودت میگم. پس برای کنسرت میذاری یه اونجوری 2000 نفر آدم اینو میاری بالا رو سن، میگی بابامه، همه بهت میخندن، بلیتاشون هم بهت پس میدن، اون وقت جوری 2000 نفر ضایع میشه. خب ببین بابای من از نظر ظاهری درسته همچه قیافه خوبی نداره، دل روا نیست، ولی بابا مگه اصلا زیبایی به ظاهره؟ تازه بابای من خیلی هم خوشتیپه، تو عکسای جوانیاشو که ندیدی که. خوشتیپه؟ قیافه بابات خیلی باله، مثلا کلهش، اگه این کله تو به بابات بره که این کجاته؟ قسمت میانی کله منه، مایل به فوقانی. امو جانم، اوف امو جانم، امو من منظورم به شما نبود. چرا منظورت به من بود؟ من امو همه اتایی که زدم با شما نبودم. نه به من بودی تو، براب کلی نبودی. این چرا بالبال کرد اینجوری؟ نمیتونم اصلا وضعیتی داشت. تلفن کیه؟ نمیتونم، شماره نیفتاده، من اینو جواب بدم. نه آقا جان جواب نه، ببینم کیه. بسه بودم یک تنفس دهان به دهانی بیبد، هم کمک های اولیه خوندم، تنفس مصنوعی. اوف نفس خودم چرا گرفت، بدتر شد که. آقا جان با آدم یه هماهنگی بکنی، میخوای نفس مصنوعی بدی؟ شاید یارو وسواس داره. یارو وسواس نشده بدم کو حلقه تو سری درست شد. برو ببینم ببینم وسواس اون شما نکن. آقا آقای محترم، آدمی که تازه به هوش اومده باید اول تقویت بشه بعد بندازنش بیرون. شما یا آباناناس به من بده من بخورم. آباناناس هم تو حلقه میریزم. من با شما چیکار کردیم برخورد با؟ آقای محترم برو بیرون. من اصلا نمیرم بیرون. چی؟ با احترام برخورد کنین آقا. گفتم برو بیرون. نمیرم. ها؟ آقا شما با احترام آدمو بلند میکنن، میگن بفرمایید بریم بیرون. من بلندت میکنم میبرمت بیرون. آقا کار نداره. نه بذار دستاتو من دور کردن. آقا همکاری کن. آقا 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 این بیشتر خیلی خم. الو سروش سلام، خوبی؟ ببخشید دیر جواب دادم، اما بابام باز دوباره دوام مرافع رو انداخته بود، اصلا این روزا خیلی عصبیه، اعصاب مصاب نداره. خب خودت خوبی؟ زندگیت خوبه؟ آره خوبه. مشکل جزئی است که حالا اونم خودم باید مرتفعش کنم، حل میشه. چه مشکلی؟ چی
چیزی نیست، این باباش یه مقدار گند اخلاقه، ده این پاچگی راست، ولی خب مهم من و اونیم که به هم علاقه داریم دیگه، مهم نیست. ببین یه چیزی میخوام بهت بگم پرام، این حسی که الان بین من و اون هست، اگه تو بتونی این حس رو بین خودت و عسل ما برقرار بکنی، مطمئن باش میتونی خواهر من رو خوشبخت بکنی و من هیچ مشکلی ندارم. حتما قربونت برم، پس با هم در تماسیم دیگه، میبینمت خیلی زود. قربونت برم، خیلی باری، خیلی سلام برسنم برو، آرزوهای خوب دارم برو، آرزوهای خوب کن برو، خداحافظ. الان همه چی درسته؟ ذره بخوام بفهمم اصلا سر جای شما میشستم بفهم الان همه چی درسته؟ بله همه چی خوبه، مهم علاقه طرفینه که هست، مشکل خاصی نیست. بعد احیانا چیزی رو شما فراموش نکردین؟ قطعا. ببینید لیلی خانم دریایی از نیکی هاست، دنیایی از خصایص نیکوه. قطعا توی مکالمه حقیر تلفنی من نمیتونم به همه اونا بپردازم، چیزهایی از قلم افتاده. بله مثلا دایی و سرمایه گذاری و اینا. اوه کوفت، اوه درد، اوه زهر مار. زنگ بزن. خب این رو زودتر میگفتید، بعد حداقل دیگه هزینه نشه. زنگ بزن. بله چشم. الو لیلی خانم، چیز اصلا فرنام چی بود اسمش؟ پرها چی باید بهش میگفتم؟ ببین دایی و عمه اینا رو چیز بگو، گوشی رو بده به دایی. شب پسر هیکلی بودین، شب خرزور بود بین هیکلش، یه پسر جون میداد برای کباده زدن، یه ورم داشتم چند تا کباده باید میزدم سر صبح به جای می از نمیرفت بیرون با این هیکل. من تا الان به خیلی تنفس مسیحی نداده بودم که به این دادم. بله من اومده خودشو با قشم زنم نرویز من میلباس. باز که شلوغش کردی، باز که خونه گشون سره. آقا تو فکر نمیکنی با توی خونه به یه جو آرام بشم احتیاج داری؟ آقا جان داشتم یک مزاحم رو بیرون میکردم جهت اطلاعات، فهمیدی یا نه؟ به امید روزی که انشالله تمام مزاحمای بیخود و هیکل از این خونه یک تنفس بدم بندازمشون بیرون. ببخش اینا دو دنگی خونه سمالاس همسر مرحوم بنده است. خب شما ببخشید، و چهار دنگی خونه مال بنده است، دو دنگش بیشتر از شما. تازه دو دنگ شما رو من محاسبه کردم ته اون باغچه است کنار مرغا. اونجا برو زندگی کن. افکی خواهر نازنین من تو این خونه زندگی میکنه. آره بابا برای من هی خواهرم خواهرم نکن. همچی میگه خواهرم کی است؟ هر وقت دلت خواست دستی خواهرتو بگیر اینجا خواهر تشریف بیارن رو فرق سر من بشینه. خواهرت خیلی بزرگواره، این خواهر تو سلطان قلب منه. اصلا سوسن خانم حسابش با دنیا جداست. سوسن خانم ابرو کنم. سلام عرض کردم بانو. سلام. پرویز دقت کردی تازگی همچه خیلی شلوغ میکنی، بعد دور برداشتی، خیلی هم دور برداشتی، بیشتر از حد مجاز. شما اجازه بفرمایید سوسن خانم، شما به حرفی آقا گوش نکنید. این پسر بیار دراز خودش تو این خونه اضافه است، رفته دست اون رفیق چاقشو گرفته، باید میدید یک هیکلی داشت مثل چی عرض کنم اینجوری. بعد اون آقا رو برای چی آورده تو هتل پرویز؟ غافل از اینکه اتاقشو آقای دکتر قبلا کرایه کردن. چیکار کنم من؟ بله بابا آرش کو پسر جان، مگر ندیدی شما من دیگه تنفس مصنوعی بهش دادم، آوردم ایشو خود مشتمال و نرمشم خود بهش دادم، باستانی باش کار کردم کباده. بعدش هم فرستادمش رفت. شما میبینی چه جوری با رفیقای من برخورد میکنه؟ همش منو جلو دوستام زایه میکنه، همش کنفم میکنه. من اگه عقده‌ای شدم بعدا نگین چرا عقده‌ای شدی، اصلا من شاید معتاد شدم. دیگه نمیشه، الان چند ماهی که حقوق نگرفتی. 2000 پول به من نمیدی که جنس جدید بخرم؟ خسته شدم آقا، مواد فاسد دادم به خوردتون. چی؟ با معلومی تو شبکه چه خبره؟ چه خبره؟ ولی من میدونم چه خبره. چه خبره؟ چرا اونجوری نگاه میکنی؟ نکنه انتظار دارین که من براتون بگم؟ ای بابا باز ناز کردنش شروع شد، بگو دیگه. این کار خیلی به وجدان آدم فشار میاره، میدونی خبرچینی؟
بعد از کار کردن تو معدن تعمیر سخت‌ترین کار دنیاست. آقا شما بگید ما از خجالت واژنه در میاییم. ببخشید نسیه نری مرد حسابی، شما الان 5 تا خبر داغ، 7 خبر معمولی، 3 تا شایعه از قبل بدهکاری، اینجا هم تازه رتته نمیشه. اوه من فهمیدم فهمیدم. بده پول پول بده بده دیگه بده رو باشتی بده بانو بده. الو یعنی قیمت بوجدان من اینقدره؟ الان درستش میکنم. بفهم دولا هره این درست ببین این آقا فرمونه دو سه روزه داره به این آقای سواری فشار بدی میاره، هی میگه که ولی فکر نکنم این روز فردا شبکه رو جمع کرده دو بدبخش نیم رفت. آقا اینجوری نمیشه که اگر نمیتونه شبکه نزنه. آقا من رو حساب این سواری کلی کار رو دست دادم. ای بابا آقا باید اتصاب کنیم. صدا تو بیار پایین یکی میشنم به آبرومون میره. ولی یه قول مردونه اینجا باید به من بدی. هر چی حرف اینجا گفته میشه همینجا هم چار میشه. بدبخش نیم رفت. آقا اینجوری نمیشه که اگر نمیتونه شبکه نزنه. آقا من رو حساب این سمون کلی کار رو دست دادم. ای بابا آقا باید اتصاب کنیم. آقا اینا خیلی دیگه دارن تو میرن. به نظر من ما دیگه باید به فکر جایگزین برای این کارمنده باشیم. جایگزین با کدوم پول؟ فرقی نمیکنه. ببین اینا دیگه دارن رسما مدیریت شما رو زیر سوال میبرن. با تک تک اینا باید برخورد بشه. این حالا الان شما چیکار کنیم؟ چیکار باید بکنم؟ بهترین کار اینه که یک شیرینی جانانه به من بدید. برای چی شیرینی جانانه به تو بدم؟ برای چی؟ به خاطر اینکه شما نمیدونید چقدر برای من سخت بود. چی سخت بود؟ گریه نکن. نیچار داری بود سر شما. چی میگه؟ من نمیفهم. دوستان میخند. این نظر من حالا که مدیر شبکه مجدی در دست اون سهور قزبی تو اون مشاور کثیفش سروشه، ما نباید اجازه بدیم بی‌لیاقتی اونا کار نمید آقا بده. همین ریزکاری هست که سطح کار بالا میبره. آقا اینا رو من مخصوصا گفتم ببینم اونا چی میگن. بده بدبختی آدم نمیدونه به کجاش بزنه. خدا رو خوش بیاد به کجاش بزنه خدا. واقعا میزنه آقای عزیز پیره اونجاش. آقای عزیز آقا موقعی که نوبت ظرف شستن شماست غذا حاضری داریم و دم دستی داریم. شیفت ما که میشه تدیگه زعفرونی میخوان. قور نزن صبور. ظرفا رو بشون. مگه دفعه اولت که ظرف میشه رو یک از سر و صدا رو انداختی؟ بذار حواسم جمع باشه. من مثل تو ریلکس نیستم. خیلی به هم ریختم. راستشو بگو صبور. واقعا اوضاع شبکه اینقدر به هم ریخته است؟ ببین به هم ریخته که نه. یعنی یه ببین مهم اینه که من دارم مدیریتش میکنم دیگه. تو اگه مدیر بودی اوضاع اینجوری نبود. الان سه دونگه منم که رو حواس. حالم از این ریلکسیت به هم میخوره. از همون روز اول به جفتتون گفتم که به جای این آقای سروش یا بیلی بنگز رو بیارید یا بینگز بیلی. Did I tell you? Did I? اتفاقا تنها کسی که منو میتونه از این مخمصه نجات بده همین سروش هستش. یه نقشه خیلی خوبی هم داره. وای نه بابا رو این پسر حساب نکن. میخوای به مجی بگم از برادرش برات پول قرض بگیره قبل از اینکه کارمندات بذارن یکی یکی برن؟ شما به کار خونه برسین بذارین من بیرون رو مدیریت کنم. وای لیلی لیلی جون همین امروز مجی رو دیدم. نمیدونم به خاطر رنگ موهاش بود که پوستش تیره شده بود یا مریضه. یا
یا سولار کرده یا انشیش گذاشته، اینا رو پوست تاثیر میذاره. خیلی خوب، پس مطمئنی که کمک لازم نداری؟ بله، گفتم کارهای مردونه رو بسپنیم به یه مرد. بفرمایید شما، بفرمایید. خجالت نمیکشه مرد گنده؟ نفس مصنوعی دیگه چه سیغه ایه؟ بابا آرش جای این حرفا، جون مادرت پاشو برو این دیشو نصب کن. بسته دیگه، تو همه بیا دیش نصب کن. گاو پیشونی سفید شدم تو این محل، همه میدونن من دیگه ماهواره نصب میکنم، نصب ماهوارم. عین پوست خیار آدمو میفروشن، میام میگیرم میبرنم. بچه پررو، تو که هر سری میای با ما مثل مشتری حساب میکنی، پولش هم میگیری تازه. تو زندگی من پول ملاک نیست. ملاک تو زندگی من انسانیته. کس نخواهد پشت من چون ناخن انگشت من. اگه من به هوش نمیومدم کی میخواست پاسخگوی خانواده‌ام باشه؟ بابا تو که بابای منو میشناسی، میدونی چیزی تو دلش نیستش که. تازه اومد خودش به نفس مصنوعی داد، تو رو هم به هوش آورد. دیگه این قضیه نفس مصنوعی رو هیچ وقت نمیگی یا من حساسم. نه به خودم بگی نه جلوی کسی ها. دست شما در نکنه خانم. خواهش میکنم. خیلی ممنون. سلام. بفرمایید. خیلی متشکرم. آب میوه بخورین، گلوتون خنک شه. زحمت کشیدیم. من داشتم میرفتم پیش پاتون. بله. باید برم دانشگاه. من کارشناسی ارشد فوق کاربردی متافیزیک میخونم الان. تو دانشگاه چند روزی هم که نبودم غیبت خوردم. بله، موفق باشی. موفق باشی. آقا بابا شما یه چیزی بهش بگید. بابا این از ترس بابا نمیره این دیشا رو نصف کنه. آقا آرش شما این دیشا بس کنید. جواب پرویز با من. بس کنید ما ببینیم بالاخره امشب این مهری ماه به والی خان میرسه یا نه. نمیرسه. من توی یک کانال دیگه دیدم. اوزبرغور قربرو خان میاد باش ازدواج میکنه. نگید دیگه. آقا چرا آخر نمی. شما هی دیدین یه مرد اومد با اسب و موهاش اینجوری بود دادی اوزمون اوزمون خون خانه. بابا ولش کن این حرفا رو، پاشو بازی در نیار، برو بیا تا بری وسایل بیاری دیر میشم. چشم میرم نصب میکنم. من فقط موقعی که فشارم میفته عصبی میشم، جهتا رو خوب نمیتونم بگیرم. یه ذره آب میوه بخورم فشارم بیاد بالا. بازم هست بفهمی کی داره میگه. پاشو بابا بازی در نیار، تو تا بری وسایل رو بیاری دیر میشه. پاشو دیگه. آقا وسایل پشت ماشینه، تو صندوق عقب دم در. چه کنکیه پشت ماشینه؟ من فقط خواهش میکنم ازت میگه سوال میکنم، سوال منو جواب بدین که من دقیق کار کنم. دیش گردون میخواین یا ساده؟ ساده. آه ساده ساده. پس اون وقت باید قیچی بذارم یا دوبل بذارم؟ ما الم بیشو دوبل بذارین، دوبل خیلی بهتره. دوبل میذارم. بله بله بله. بعد ببینین کابل بابا ول کنیم اصلا اسیار بذارین و دیگه کابل یو اس بی میخواین کدومو بذارن؟ بابا اصلا داره الکی میگه. منو گوش کن، فقط یه چیزی نصب کن که این شبکه یه برنامه چیه صد تاکی اونو فقط پخش کنه. پاشو دیگه ببین الان بابا میاد تا بجون. پس من چیز میکنم برم تو این دیشه دم در میارم اینو. واقعا دستم در نکنه، زحمت میکش. وایسه من میرم پشت ماشین بیارم. شما لطف دارید. فقط به خاطر تو این مساعده داداش تو اوکی کردم، الان براش چکشو می‌نویسم 500 تومان بهش میدم به حالش بمونه. 500 تا؟ خب 700 تومان. آقا پرویز. آقا 1 تومان می‌نویسم من دیگه، بیشتر از این نه. آقا 1 و 500 خیرشه ببینی خوبه؟ اصلا به حالش ببره. این چیزه اومس که تار موناتی زدم مثل برق رسیدین. خداحافظ شما، قربان شما. سلام. سلام جناب آقای منصوری عزیز. ارادتمند. قربونت برم. چطوری عزیزم؟ واقعا وقتی تو رو میبینم من نور خانوادتن اصلا خدمت دست کنم که شما نورانی هستید. اینم خدمت جناب علی. آقا دستم درد نکنه. این چی الان؟ مساعده هستی قربان. مساعده است، دستم درد نکنه. ولی ما با هم یه قراری داشتیم قبلا. آیه قراری اگه یادتون باشه. اون چی میشه؟ حالا قراری داشته؟ حالا قرار مال زمانی بود که من مو داشتم. ایشالا باز در بیاد ما؟ اوکی میگو. نه نگران نباش. اونو من اوکی فعلا اینو بردار. من سوی تو یک چند وقتی هست من احساس میکنم که اصلا کلن تو خودتی سرحال نیستی. این اخمای تو یک سری تو همه. چه وقتت نمیدونم چه تو بری؟ تو دلخور هستی از من؟ دلخور. بیا هم نخورید، به درک نخورید. چرا من اینجوری نگاه میکنید؟ چه طلبی از من دارید؟ من بازتون نمیکنم. اینجوری هر کار بکنید بازتون نمیکنم. پرویز خان سلام. علیکم سلام.
آقا مجدگونی، این وامه حل شد، درست شد آقا. چی؟ وام؟ یعنی تو بابت 15 تا دونه مرغ 2 میلیارد تا وام گرفتی؟ آقا اختیار داریم، ما هر کدوم از این مرغا رو یه دونه بنگاه زودبازه کوچیک محسوب کردیم. تازه این دوست ما میگفت اگه بیشترم میخوایم بدم من روم نشون. نه آقا همینم که داده خوب دستش درد نکنه، فقط من میگو یعنی سند من هم نمیخواد. سند؟ آقا این دوست من تو سیستم خودش حرفش سنده، فقط اون 20% رو برمید روشه جانش، حلالش باشه. یه سفره پنج شده همه دور هم بشینیم بخوریم. حرفا چیه؟ ببین گوش کن جا. من طبق قولی که به تو دادم من مردم، حرف دارم زبان. اون مقداری نصفشو میدم به تو، طبق قولی که قبلا هم بهت دادم. آقا دست شما درد نکنه. حرف. خیلی آقای مرسی. اون مقداری نصفشو میدم به تو، اون مقداری نصفشو میدم به تو. منصوری؟ آقای منصوری عزیزم، من از شما یک سوال پرسیدم و حل معما که نکردی دیگه. شما اینجا میگم دلخور شما از من؟ دلخور؟ نه دلخور نیستم. دلخور نیستی؟ میدونستم. پس حالا که دلخور نیستی، حال کردم اینجا واسه من یک جیک جیکی بکنی. چی؟ چیز نه، شما جیک جیک، شما نیازی به جیک جیک نیست. شما چیز کن، شما یک لبخند واسه من بزن. آرش جون من مطمئنم صدات خوبه. چی واسه من آماده کردی؟ خانم یه آهنگ 442 براتون آماده کردم با بیت بالا. بابا 442 چیه؟ خزبازی در نیار. بذار من رپ بخونم. بذار من دارم موقعیت آماده میکنم برای تو. بفرمایید. خب آرش جان مشخصات این آهنگ رو واسه بیننده هامو نمیگی؟ چرا نمیگم؟ میگم از خدامه. اسم آهنگ هپروته است و 442 ضبط شده با موزیک از خودم، شعر از خودم و تنظیم از خودم. چقدر اسم این آهنگ واسه ما آشناست؟ هپروته؟ نه بابا، شاید خانم برداشتن از رو ما تقلید کردن، چون ما خودمون آهنگسازیم، خبر از بیرون نداریم، شاید پخش شده تو از تو خونه شنیدن. بگذاریم، آغوش و شبکه ما رو به همه بازه. لطفا این آهنگتون رو بخونین که خیلی ها پشت خط منتظرن که وقت خودشون رو امتحان کنن. جشن دنت دنه دنت دنه دست از کنارم میرم از دنم. ما الان در خونه مونم. آره خط کن، من بعدا بهت زنگ میزنم. آره بابا، آره 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 باشه، زنگ میزنم زنگ میزنم. من که میدونم پشتی داری گوش میکنی. نه آره سویسن خانم. خب خدا رو شکر نفهم. آقا پرویز. بله. آقا پرویز. بله آقا. قبض آب و برق و تلفنتون چقدر هست؟ چیزی تلفن ما نمیاد. میدونی چرا؟ چون ما همه تو خونه موبایل داریم. کس از تلفن ثابت استفاده نمیکنه. فوقش 10,000 تومان. یه خورده بیشتر اومده. بعد داره این پسر رو من روز پاره میکنه. پرویز. بله. چه خبره؟ خونه رو گذاشتی رو سره؟ یعنی چه خبره؟ این بچه تو مایه ننگ اجتماع. چی کار کرده بابا؟ ببین چه بلایی به سر من داره آورده. آقا قبض تلفن اومده 2,600,000 تومان. آقا چه فکی از این بچه؟ 2,600,000 تومان؟ بله. چه خبره بابایی؟ سلام. علیکم سلام. ببین بابا، این آقا پرهام همش پای ماهواره نشسته، به این کانال زنگ میزنه، به اون کانال زنگ میزنه. بابا صدای نکردش میخواد خواننده ام بشه. جان همین مادرت راست میگی؟ آره بابا دروغم چیه؟ عجب، نگاه کن. آفرین، این دختر کم خرج برای من مفیده. آفرین به تو. نمیدونم بابا این عسل دلش به چی خوش بود که به این پرهام اوکی داد. حالا کی میگه عسل اوکی داده؟ آلزایمر گرفتی دکتر؟ آلزایمر بدتر داره اگه اومد خبرم کنی. یک آدمی خواهر من این کشت. باور کن مریضی مخوفی داره. یک شب بارونی اومد خواهر منو فکر کنم خفه کردین. چه سر خاله آلزایمر نگرفت. نامزدی برای همین دیگه آدم تصمیم بگیره اوکی بده یا نده. ها خب خدا خیرت بده. ببین دکتر جان، شما به عنوان پدر این دختر و به عنوان سربار این خونه من شما خواهش میکنم شما به یه پسر بی قیاست ما اوکی نده آقا. چشم آقای با خاصیت، ما به این دختر بی خیاست میگیم اوکی نده. سربارم خودتی. فعلا که مریض بدحال اورژانس دارم بعد برم. جدا بدحال مریضتون؟ چطور مگه؟ می‌خواستم می‌خوام چون ببینم آقا خیلی ریلکسی ماشاءالله. بی خیالی اولین اصل تبابت آقای بی خیاست. بی خیاست.
همین خواهر منو کشت. فرگو جانم اینقدر سوسه نیا، قبض موبایل خودت هم 1,000,000 تومان اومده. چی؟ 1,000,000 تومان؟ یک دختر با یک قد 1,000,000 تومان؟ سوسه چیه مامان؟ من همش در راه علم و دانش هزینه میکنم و خرج میکنم. تازه بابایی هم گفته در راه علم و دانش حاضره همه جوره منو ساپورت کنه. مگه کی به تو گفتم آقا جان تو معلم خصوصی بگیری بهتر از اینه که بری پول بدی؟ نکن دختر، نکن تو مثل این پسره تو رو آغد میکنم بابا. آره آغد میکنم. من با عزتون یک لحظه برم دهن این پسره رو پاره کنم. یکم این بچه روانی رو بخواهش بخواهش، این جت داغونو بده پر و بالمش بسازش. یه خواهش یه کمی بچه ربانی رو بخواهش بخواهش. ادامه بده ادامه بده. سلام سلام بابا. خونه خودتون ادامه بده. سلام علیکه. سلام سرشم. سلام علیکه. سلام عرض کنم که دوتا مطلب رو میخوام بهت بگم امروز. بله. امروز باید تکلیف من تو توی خونه روشن بشه. بله. امروز باید بفهمیم کی اینجا مرده. بخوام مردونه با من مبارزه کنی. فقط یکی از ما دو نفر امروز از این در میره بیرون. بله. یکی دیگه چی؟ اینجا با قتل میرسه. خون این خونه رو ور میداره. پس میخوام مردونه با من مبارزه کنی. چون بقفش شد. ما که چیزی نگفتم. نه کلا همینجوری داریم صحبت میکنیم. میگه خفش شما کلا. ببین خوب حواس جمع کن. میخوام مثل مرد با ما مبارزه کنی. بچسب دستم. من کوچیک‌تر از شما. بچسب دستم. ببین میخوام همه چیز در مساوات باشه. چون من خرزورم حقیقت. بله. میخوام تو هم مثل من همینطوری با صلابت بیای جلو. بچسب دستم. من خرزورم چیزی نمیشه. بچسب. بپیچون. زشته آقا. زور بزن بپیچون. زشته آقا. میخوام بپیچونی. زور بزن. نه نه اونجوری نه. آقا اونجوری نه. آقا بگو برکنه سرشو. خودم میگه بپیچون. کتفو شکستی. کتفو کندی. کتفو کندی. بزنم به سفید رونت با یک ضربه. سرم گیج. ها ضربه روحی بهت وارد کنم توی خونه. سرم گیج. ها خجالت نمیکشین قرتی بازی ها چیه تو خونه من در میره آقا جان؟ تو خونه من با خط تلفن من؟ مگه من مهارت جمع نکرده بودم؟ چرا چرا جمع کردم؟ بهشون مربوط نیست. با پسرم دارم صحبت میکنم. با پسر ارشد احمقم. بفرما اینو مطالعه بفرمایید. بفرمایید. قبض تلفن. بله قبض تلفن. من بدبخت تا اون مرغداری فضلهای مرغ رو جمع میکنم. 2,000,000 تومن؟ بله 2,600,000 تومن. چیکارایی میکنن؟ یارانه ها رو قطع کردن. بچه هم دلار بالا پایه میشه. اصلا چه وضعی شده؟ شلوغ بلوغ شده. نه 2,000,000. کی باورش میشه 2,000,000 تومان؟ من بدبخت باورم میشه های چیز. چرا؟ من چون من پول میدم. من مثل احمقا پول میدم. من پاپه ایم کلا. خب اصلا ما با تلفن حرف نزدیم که. حرف نزدی نه؟ نه. شما حرف نزدی به تلفن. نه. چون بابا چون منو قاطی میکنی. من فقط گوش میکنم. من فقط نگاه میکنم همین. ما داریم نگاه میکنیم. الو. الو. آقا فرهام. تمام شد؟ بفرما. بفرما. پرهام کی توی خونه؟ آقا چون مگه فقط من پرهامم؟ این همه پرهام داریم. آقا هر کی دیگه دو نیست که، هر کی سیبیلاش بابای من نیست که یه پرهام دیگه رو میگه. پرهام دیگه میگه. آقا پرهام صدای منو دارین؟ آقا پرهام چی بود فامیلتون؟ آها ماکیان. سعادت ها؟ سعادت؟ سعادت. شما برو کنار. شما حرف بزنید خفه میکنم. چرا من خفه میکنم؟ تلفن کو. تلفن کو. تلفن کو. تلفن کو. اینجا. تلفن من. تلفن خونه من دست تو اینجا. نه داش میوفت. تلفن من کو بده بینم. الو سلام علیکم. حالت خوبه؟ سلام. رو ای راحت. چه خبر؟ چه خبر؟ نه اینا رو نیا کن دختر جان. ببین دختر جان من دو کلام میخوام حرف حساب بزنم. دست از سر زندگی ما برداری اختاپوس. اون ور دنیا نشستی شوهرم که نمیکنی که بدبخت تو خونه مونده برو بینی تعمل کن. چه تیکه انداختم بهش. ولی خوب گوش کن الان دارم بهت میگم. اگر یک بار دیگه فقط یک بار دیگه این پسر بدبخت من زنگ بزنه به تو و تو گوشی رو جواب بده یا این یعنی جواب بدی از تو همین گوشی میام تو استودیو وسط استودیو جلو تمام همکارات از اونجا شکایت میکنم به رئیست. ها بدونی هی مزی تلفن خونه ما این روز تو چه فهمید یا نه تو هم بهت نشونت میدم. فهمیدی؟ قبض تلفن. آره شما تو برای دارمت. تو برای الان نمیزنم به سفیدرونت. بذار. دارم. بابا چرا بهت برمیخوره؟ شوخی کردم دیگه. یه چیزی گفتم همینجوری. آقا من نوکرت نیستم ها. سعی تلاش کنم جنابالی مشهور بشی. آقا جون یه آلبوم درست درمون بده بپر. بابا. برو بابا. سلام بر نیروی انتظامی و کلیه نیروهای امنیتی کل کشور. جناب سرباز بگیریدشون. هنجام چیگه اول خطرناک یعنی اول بگیرید. جفتی
ایشونو بگیرید. شما نصب ماهواره این؟ پرویز من با تو چه مشکلی دارم؟ ما پرویز بس که من پسر خاله جا به پرویز ماهواره؟ بله جناب سرمان ماهواره؟ ماهواره که جور به من نصب ماهواره نمیتونم باشم جناب سرمان من نصب هستم و این نصب نوئل دراپه پرده توری کرکره اونا رو نصب میکنیم ماهواره من شخصیت فرهنگی هم جناب سرمان دانشجو ارتباطات بودیم من این کارت پایان خدمت همه من تو نیرو انتظامی هم خدمت کردم یه جورایی همکارم میشه خودتون میرین بالا ماهواره رو بیارین یا ما بیان داخل آقا من فکر میکنم خودم باید برم بیارمش دیدی جانس ریسیور یادت نره ریسیورم جانس هر اون کابلای چارتاییش هم بیاره دو فیش هم نه اونا احتیاج نیست جانس هر اون حالا که این رفته من اصل واقعیت رو شما میگم اینا پدر پسری مشکل دارم هر موقع مسئله پیش میاد منو میندازم بسن اصلا تاب دارن تابشون هم که میگیری آلزایمر پیدا میکنن یادشون میره چی و کجا گذاشتن الان یادشون میره دروغ بگین مواظب باش آدم خطرناک یه زود بیپیچونه الان ما رو چند سال پیچونده میگیری پسر من پیچونده شما رو وقت نپیچونه حواستون باشه این نصاب ماهواره از این ده اینو بگیرید بس زایبازی آخه کی ممکنه تلفن کنه بیان ماهواره خونه خودشو ببرن آقا اولا بین آقا بگو زایه اون کسیه که سربار خواهرش و خواهرش بشه توی خونه بعدش هم بهتر از اینه که من آخر ما 2 میلیون خوردی آقا من برم پول تلفن بدم پرویز به جای اینکه با این بچه حرف بزنی میندازی سر لج بابا بچه هر سنی برسه باز مثل یه جوجه است یه جوجه کوچولو شدی تا حالا به جیک جیکش گوش بدی جیک 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 چیک 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 کسی چیزی گفته من باور کنی سوسن خانم اینا همش توته است من نمیخوام این حرفا بزنم اینا توته کردن بالا علی من این همه کار اینه اینا میخوان منو بر شما رو بر علی من بشورونن شما من میخوام رابطه‌مون رو خراب کنم من چیک چیک من چه حرفی زدم من اصلا این حرفا من اصلا میخوام فردا صبح برم مرداری رو به نامت بزنم که شما خیالت راحت بشه بفهمی من چقدر باید صادقم من 100 تا قدقد شما رو به 1000 تا قدقد اونا نمیدم 50 تا قدقد کن برام خجالت بکش من دیگه دوست دارم نه این حرفا چه داری میزنی مامانات چی میگی تو قدقد یعنی چی میگی اصلا دارم پرهامو میگم پرهام بله ها این یعنی پرهام چیک چیک کنه منظورت این بود بار آقا من هر وقت نشستم پای صحبت این بچه 10 میلیون تومن پیاده شدم حرفا میزنه آقا این بچه قرار فردا زن بگیره بذار این زنش اصل از مسابقات جهانی دارت برگرده اینو سیبلش کنه هم 4 تا دارت بزنه به سر کله این بچه ببینم کی میری مرغداری رو به اسمم کنی مرغداری رو به نامت کنم بله. مگه من احمقیم که برم مرغداری بنام تو کنم همین الان گفتی من بگم شما حرف منو گرفتی سری من 1000 تا شما 1000 تا حرف میزنید قبول میکنی اصلا حرفا رو نذار ولش کن داریم مورد صحبت نکن حالا بعدا صحبت میکنیم بشین باهاش حرف بزن پرویزا ممکنه این بچه معتاد بشه هیچی نیست جز تربیت غلط و ژن نامناسب البته من یک مطلبی رو عرض کنم خدمتتون که شما بدونید ایشون درست میگن میدونید امکان دارید بچه معتاد بشه که هیچی تزریقی هم میشه قاتلی بشه چون به دایش میره چون به دایش آقا این مهمات کاملا رد شده اینا حرفای عوام و ناسیه اگه اینطور بشه چرا پسر من باید با داشتن دایی با این سطح ناظر سواد و فهم و ادراک و دانش و معلومات بچه این مدارکی برسه که دست رو تمام کنه تو ناسا استخدام بشه آخه بیچاره بابا هنوز فکر میکنه من تو ناسا کار میکنم البته منم هیچ وقت روم نشد یعنی بهش بگم این ناسا اون ناسا نیست این خیلی وقتا آدم ها فقط به واسطه یه سوء تفاهم تبدیل به یه قهرمان میشن 1000 زن شما برای کودن کردن 100 تا دانشمند کافیه چه ارزه پرهام البته شما درست میفهمید سروش بسیار بچه باهوش و با استعدادیه چرا؟ چون به من رفته و اما این بچه من یک بیاریه یک دراز بیار یک آدم ولیه که به شما رفته که داییش باشی واسه اگه گذاشتین بابا این بحث دایی ها رو ول کنی من میگم شاید تحت تاثیر این پسره است همین که ماهواره نصب میکنه بیرونش. همین چند دقیقه پیش توش یه جعبه رو از پنجره اتاق پرهام میداد تو همین پسره؟ آره خودم ده. آقا جان من این که بی چه سرعتی این اومد آخه من فقط برم هم دهنی بچه رو بگیرم پاره کنم من میرم پرویز بیرو از کن پشتون
اینو بس کن پشون. بزن اونجا. بزن اونجا. اروم تلفنو بیار. تلفن واسه چی میخوای بابا؟ اینو تنظیمش کن. برو تلفنو بردار بیار. برو تلفنو بیار. میخوام زنگ بزنم برنامه زنده آواز براشون حاضر کردم بخونم. بیا عزیزم میام تلفن. آره چه سبیه تلفن نات چیه؟ سلام پسرهای گلم، خواهش میکنم شما دیگه الان مثل پسر من میمونی. آفرین آفرین به این سرعت عمل. عرض ده دقیقه دیشه گردو رو آوردی ها؟ تو کار راه سازی باشی خوب آسفالت میکنی ها؟ واقعا خوش آمد. نه چندان خوش آمد واقعا. آفرین آره قربونت برم. چه سیب گلوی داره، حال میده برای ضرب زدن. البته الان نه تو خوبی عزیزم. بیا بیا تلفن رو بگیر، راحت باشیم. شما راحت یعنی هر جا دلت میخواد زنگ بزن. هزینه کن تا میتونی، هزینه کن. آره واقعا راست میگی. آره عزیزم من تلاشمو بیشتر تو مرغداری بیشتر میکنم. 2000 مرغ سرپا میگرفتم، حالا 4000 مرغ هر روز سرپا میگیرم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تلاش کنم پول دریارم شما به جایی برسید. خب من برم دو تا تیراميسو خوشمزه واسه شما میارم. شرمنده میکنی. خواهش میکنم عزیزم. چقدر با نمکه واقعا. مرسی باشون به فکر ما اینا. خواهش میکنم. من به شما افتخار میکنم. فرزند ارشد من. پسر آقا و با عقل و شعور من. ممنونتم. با این رفیق سرنگو باشید. بشین من تیراميسو رو برم بیارم تا چیز نشه. راحت باشید. دست شما در نکنید. باشه بشین. با کارتون برسید. من زود برمیارم. عجب بابای باحالی داری. ای داده بیداد. کلانتری خونه بغلتونه؟ جواب سرما نذاری فرار کنه، بگیریدش. اینو فقط باید شکنجه بدید تا قبول کنه. این نصاب ماهواره است. لطفا جیبتون رو خالی کنید. جیب نره شر بره. داره یه چک بکنید. آه اون جیب پایینه. بله یکی هم اون بره چه جواب سر بدید ببینم. زانون باد کرده خوردم زمین. یه چک بفرمایید. چیه جناب سرما؟ فایندر ماهواره گوشتن تو جیب من. کاری اینه مشخص میشه. آرش کیا صدت کردن؟ نیم ساعته اومدم خونه، اونم با کلی تعهد و غلط کردن. به خاطر من افتادی تو زحمت و دردسر. ها رفیق فابی دیگه، منم جبران میکنم. فقط ببین اینا رو ولش کن. یا تیتوسی داشتی توی کار موسیقی و اینا بود؟ آره گفتم اگه بشه عسل داره میاد، قبل اینکه عسل بیاد بریم یه آلبوم جمع کنم. شدنیه؟ میدونم میدونم. میخوای سورپرایزش کنی؟ بابام تو کاری به این کارا نداشته باشی که من خودم یه جوری جورش میکنم. فقط ببین ما باید یه جوری بریم ظهر نشده آلبومو جمع کنیم و بیایم بیرون. حالیته که ایول. آدرس واسم اس ام اس کن. خدافظ. علم کن. علم کن. بفرمایید. بفرمایید. جانم جانم سلام. خسته نباشید. خوب هستم. چی نوشتی؟ از ورود آقای کلت به بابا جونت بره. این کجاته؟ یه قسمت میانی سر منه. حله یه بنده است. یه جای کار بسه بودم. این تنفس دهان به دهانی بیبد هم کمکای اولیه خوندم. تنفس مصنوعی. شروع دیالوگ هم داریم. از همون شروع دیالوگ هم داریم. کدوم؟ از همون جایی که شما خرد. اینجوری بدیم من الان نمیتونم. واقعا خندم نمیتونم.